Roque das Custódio. Cardão. شاید گفتی استاد داره اگر می گفتن که یک بار دیگه کنم یکی از اولین ها شده همین شعر از یاد کرد استودنت بودم دانشجوی سال دیوم بودم یکی از اولین ها شده همین شعر از یاد کردم اول در همون اودیتوریا و در تالارهای دانشکده خواندم و یک سال پس اینه که تابستان وقتی که ما به تعطیل تابستانه برآمدیم دیرکتری وقتی تئاتر لاهوتی وقت عابد حامیدوف گفته که دیرکتر بود و صابر در کیناسودیا دیرکتر بود در دوره وای همه فیلم های سلسله شاهنامه در دوره هوای روی نوار آمده بودن و بعد وای دیرکتری تئاتر لاهوتی شد هم وقت آمد اینستیتوت صنعت خواهش کرد از استادای ما که یک گروهی هنرمندای جدا کنید برنامه کنسرتی که با ما به بخارا روند یک ماه ما در بخارا سفری هنری داریم و ما از گروه هنرمندا اسدالله عطایلایف بود دانشجو بود خیرالله نصرالدینوف دادر عنایت نصرالدین حالا در بایسون من تاجیکم یک سرود میخوانم وای خب بعد چندین نفر دانشجوهای دیگر یک گروهی هنری تشکیل کردیم من راوی برنده برنامه بودم و بخارا سفر کردیم تمام این ناحیه های ولایت بخارا گشتیم مثلا و در همین کنسرت ها من دو شعر از استاد بازار میخوندم که همی شعری زبانی وطن زبانی مادری دیگر شعری بخارا نگاهی گرمی من از فقر کویستان بسای از چون زرفشان روز شب جاریز در یکی از آخرین کنسرت ها در ناحیه وابکنت بخارا سرمحریر گزیت بخارا حقیقتی تاشت پولاد حامید و بعد من به همون ویزیت کشه دادرگی بودم بعد از برنامه بعد از کنسرت کاتب رایکامی همون ناحیه وابکن یک زنک کاتب رایکام ما با زیافه دارستن و نرمندان استاد اصلی برهان حاجی خود رحمت بای تحفه فازیده و راهبری عمومی و همین سفری هنری همین تاشبلات حامد به من اعراض گرفت گفت که دادرم همین شعرهای ملتگرایی نخونه من هم وقت 20 ساله هم سال 1976 گفتم دامادا اینجا هیچی ملتگرایی نیست من ملتگرایی اینجا ببینم چرا اینجا هم مردم همه تاجیکی حرف میزنه لیکن در همه شناسنامه هاشون مثال ازبک نشان داده شده است یا که در ما مکتب دیدیم که بالاش به خانه باز خانه و ایلری نوشته شده که وقت میپرسیم همه یک گپ ایلری در بالای و همه نتونستیم کنده دیگر همه سینف ها این چیز هم دیده بودیم بعد بای خیلی به هر صورت گفت که چیز این شعر ها ملت گرایی بعد همین عبیدالله رجب خدا رحمت کند و دفاع من خیسته گفت که نه ملتگرایی نیست خلاصه خیلی بحث کردیم اونجا حتی جایی شد که وای گفت که شاعرای شما هم ایرانچه می نویسن همین گپ گفت که مؤمن قناعت بازار صابر لایق گلرخسار ایرانچه می نویسن منو زنی ابلاقهار وقتی که به ازبکی ترجمه کردن می خواهیم چقدر فرهنگ و لغت های ایرانی ها گفت ورق می زد تا اینه ترجمه کنیم و همه جا ما گفتم در تاجیکستان گپ نیست ایرانچه و تاجیکچه گفته گپ نیست همه میفهمن یگون کس نیست که مثلا مؤمن قناعت یا لایق بازار رو نفهمه باز هم من عبیدالله رجب خدا رحمتش کند باز حتی بعضی بزرگای ما هم گپ هم راضی شدن اما توش برات حامد با آن راست راست خیلی گفتن اما تو خیلی میخند محیط یا بخیر انا بعد سفری هنری ما تمام شد یک ماه ما دم گرفتیم سپتامبر درس با اومدیم روز دوم یا سوم درس بود که پرورکتور ما تیمور اتخان بودن گفتن که شما یک پیش رکتور بروید رکتورمون فارو مزیفه خواهر وقتی در اومدم گفتن افسرم خیلی سفرها چخیل گذشت شما زی خوانده گفتن بخارم ده وقتم شعرهایی که خیلی چاپ شده گی نه شما الله کرد وای آمده بودن کردیم با اصطلاح بزنیم سیگنال خبر خیلی
من برای شرای استاد بازار در دوره شوروی خیلی دشمال بازار میخرین. این های من خیلی استاد من گفته بودم و یک مدت در بعضی روی خطان با من دوره شده بود و برای من افتخار میکنم. افتخار میکنم که اگر یک ذره یک خدمت که کرده باشم برای زبان استاد لایق همین بود که من به عضویت یا به همون بنیاد زبان همچون اعضای افتخاری من استاد ظفر دو کس اعضای افتخاری ریاست بنیاد زبان قبول کرده بودم و چند بار چند سفرهایی که کردیم از همین بنیاد زبان حتی مراه کرای و سرا این چیزهای مرتب کرده بودم از نانی زبان خورده ایم نانی زبان خورده ایم شکر با استاد لایق همیشه همنشین بودیم من با شوخی مج میگفتم آن روحاتای خودی مج میگفتم یا برای ملت خدمت کن اصلاح ها داشتم خدا رحمت شما کنم این شعر در حقیقت سرنوشت ملت ما هست هرچی او از مال دنیا داشت داد خطه بلخ و بخارا داشت داد سنت والا و دیوان داشت دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت دشمن بی سنتش دیوان مولانا گرفت دشمن صورت پرستش صورت بهزاد بود دشمن بی خانهش در خانه او جا گرفت داد او از دست گرز رستم و سهراب را بربران ناتوان را توانا کرد نام خود را همچو گور رودکی از یاد بود قاتلان خیش را مشهور دنیا کرد قامت کوتاه منقید از منار کله اهل خراسان شد بلند پستی صحرای قبچاق از بلندی بدخشان شد بلند خلق تاجیک، خلق ارمان، آب در چشم چون یتیمان، در لبش خشم چون اسیران، از وطن تا بر کفن هر بود و نابودش که بود، بر وطن طلب و کفن طلبنده ها بخشید. از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد در میان تنگ چشمانی که در چشمانشان در میان تنگ چشمانی که چشم تنگشان را هیچ گنج پر نمی کرد هفت خان رستمش را بر هدر گست هفت گنج قیمت افراسیابش را بر هدر ریخت هفت ملکش را
فدا کرد. در میان تنگ چشمانی که در چشمانشان سالهای تنگی را می دید، او گه در آتش گه در آب، ته به ته با سوختنهای منار سغدیانش سوخت. با خرابی های دیوار و دری افراسیابش شد خراب. لگ لفظ مادریش همچو شیر مادرش در زبان و در دهانش ماند. هر سخن با شیر مادر سخت شد، در استخوانش ماند. گویا در گوشه خاک دیار از جدایی از غریبی او گریست و گریه ها بر کوهساران یاد داد. لفظی کوهستانی بر باد و باران یاد داد. رودها را رودکی دان کرد او، بادها را انوری خان کرد او. عاقبت از هفت اقلیم زیر پایش یک قدم از ملک جم ماند. لیک در دستش قلم ماند. با قلم در هر قدم ماند. مغز کوهستان در آمد، بلکه گوریستان در آمد. ترک دنیا کرد و ترک شاعری نه، ترک این پیغمبری نه. غارها را مکتب شعر و غزل کرد، در زبان مادری سیر و عمل کرد. جلد دیوان غزل را ازل کرد. روز ناآبادیش تاجیک زبان آباد کرد. در زبانش دولتی بی دولتی بنیاد کرد. دولتی از شعری رنگین، از چنان شعری که هر یک مصرعش جویه از خون سربازان اوست. تارگ نور از آتش های زردشتان اوست. گویا چون صید مجروح او جراحت های خود را گشته و برگشته لیسید. با زبان خود دوا کرد. در سرایش تاجیک از بخت نگون، گرچه با گبر و مسلمان هم سرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود. از سری صد منبر افتادن ناظرهای بود تا نفتن از زبان خیشتن. در سری صد دار جان دادن شاعرهای او تا نفتد بر زمین قدری سخن. تاج گم کرد و زبان را گم نکرد. آج گم کرد و زبان را گم نکرد. تخت گم کرد و زبان را گم نکرد. رخت گم کرد و زبان را گم نکرد.
بخت گم کرد، زبان رو گم نکرد. در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زباندار است بسیار است او، به شمار است، به حساب است، به حد است. همان طوری که از صحبت عبدالله جان بهره برداشتی، چو با آدمی جوف گردد پری، نگوید پری جز به لفظ دری. به این معنی استاد گلرخسار یک روایتی دارند، میگویند که با لهجه عاشقان سخن میگویند، با شیوه عارفان سخن میگویند، با آن که به پارسی سخن میگویند، با لحن فرشتگان سخن میگویم. و استاد ایوبی ما چندین سال همکاری داشتیم، با مورد است که دو روبایی شانم به خاطر عربهاشان خانم که میگم، زبان من کرامات دری است، زبان در عذوبت شکری است، زبانی مادرندر نیست. صد شکر زبانی من زبانی مادری است. صدای ما بلند از منبر ماست، سخن سازنده و احیاگر ماست. هزاران سال در بنیاد تاریخ، زبانی ما نگهداری سری ماست.